بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما معرفت جویان ارجمند، سلام به شما بزرگوارانی که یادگیری معارف الهی را وجهه همت خود ساختید. با 76 برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار در خدمتتان هستیم. دوستان، بحث ما درباره حدیث 23 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف با موضوع اقسام علم و عالمان بود. در برنامه پیشین به تفصیل گفتیم خواستاران علم بر دو قسمند: یک دسته آنهایی که علم را برای منافع مادی خود طلب می کنند و دسته دیگر که به جهت منافع اخروی در پی دانش هستند. امروز نیز با شما هستیم تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. امیدواریم فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. دوستان، علم از اشرف سعادات و افضل کمالات است و آیات و اخبار در فضیلت آن بسیار زیاد و قدری از آن در اصول و فروع دین واجب عینی است و فضیلت انسان بر جمیع مخلوقات به علم است و سرمایه جمیع کمالات دیگر است، چنان که به اسانید معتبره از رسول خدا صلی الله علیه و آله منقول است که طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، به درستی که خداوند عالمیان علم‌اندوزان را دوست می‌دارد. شنوندگان محترم، با این مقدمه سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی را می‌شنویم که در خصوص حدیث 23 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه ایراد شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در اصناف و اقسام طالبان علم و کسانی که به دنبال علم و دانش حرکت می کنند بود در زبان امام صادق علیه السلام. حضرت طالبان علم رو 3 دسته کردن. فرمودن یک دسته هستن که به دنبال مسائل علمی می روند، اما در واقع انگیزه اینها برای جهالت و جدال و مراء و اینهاست، و یک دسته دنبال مسائل علمی حرکت می کنن که اینها به دنبال دست یافتن به جایگاه و موقعیت و رفعت مقامی در جامعه هستند، و اما دسته سوم هستند که اینها برای دانش و بینش به دنبال علم حرکت میکنند. و بعد حضرت به بخشی از آثار و اوصاف این 3 دسته اشاره فرمود. در بحث گذشته اشاره کردیم که از اونجایی که علم نورانیت دل و قلب هست و هر نوع آگاهی در واقع علم نیست، باید ما استعداد و زمینه های تقوایی رو در خودمون به وجود بیاوریم، کما اینکه خدای متعال فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید تا خدای متعال به شما علم عنایت کنه. و به حسب اون که در روایات وارد شده بود که لیس العلم کثرت التعلیم بل هو نور یغرف الله فی قلب من یشاء، علم و نورانیت دل چیزی نیست که به وسیله زیاد خوندن و زیاد تعلیم و تعلم و مباحثات به دست بیاد. اینها مسائلی است که گرچه نقش اعدادی دارد اما علیت تامه ندارد. با بحثی که در جلسه گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده شد، معلوم شد که ما موظفیم برای اینکه به حقایق علمی و معارف نورانی
دستیابی پیدا بکنیم، باید زمینه های تقوا و ارتباط اتصال با عالم ملکوت و عالم قدس در خودمون به وجود بیاریم. برابر این در یک نگاه و در یک تقسیم کلی طالبان علم دو دسته خواهند شد. یک دسته اونهایی که برای دست یافتن به نورانیت قلبی حرکت میکنند و یک دسته اونهایی که به دنبال منافع دنیوی حرکت میکنند، کما این که در روایتی از امام صادق علیه السلام همین تقسیم بندی وارد شد که فرمود من اراد الحدیث لمنفعت دنیا لم یکن له فی الاخره نصیب و من اراد بهی خیر الاخره اعطاه الله خیر دنیا و الاخره. که از در این تقسیم بندی طالبان علم دو دسته کردن، فهمیدن یک دسته اونهایی هستن که مطالبی رو می آموزن، دنبال اخبار حرکت می کنن، حدیثی رو یاد می خواد بگیره برای منافع دنیا، چنین انسانی نصیب و بهره ای در آخرت نخواهد داشت. و کسانی که مقصودشون از یادگیری یک حدیث مسائل آخرتی هست، خیر آخرت رو دنبال میکنن، اعطاه الله خیر دنیا و آخره، اینها نصیب و بهره های دنیوی و آخرتی رو خواهند داشت. بنابراین اگر حضرت در روایت قبلی که در جلسه قبل مورد بحث قرار گرفت طالبان علم سه دسته کردن، دسته اول و دوم در حقیقت اونهایی هستن که به دنبال دنیا طلبی حرکت میکنن، که در این حدیثی که الان اشاره شد مصداق من اراد الحدیث لمنفعت دنیا هستن که لم یکن فی الاخره نصیب. حالا یک دسته از اینهایی که طالبان دنیا هستن به دنبال جدال و مراء و امثال اینها علم رو دنبال میکنن و حرکت میکنن، و یک دسته اونهایی هستن که به دنبال رفعت مقام و تحصیل یک جایگاهی در دنیا. اما در هر صورت هر دوی اونها طالبان دنیا هستند و علم رو وسیله تأمین مشتهیات نفسانی و خواسته های دنیایی خودشون قرار دادن. در این حدیث شریف اشاره شد که یک دسته از افراد طالبان علم اونهایی هستند که به دنبال مسائل دنیوی از قبیل جهالت و مراء و جدال و امثال ذلک حرکت میکنند. روایات زیادی در مذمت این خصیصه بد اخلاقی دارند. بسیار زشت است که انسان آگاهی های خودش رو بخواد در یک محفل و مجلسی به معرض دیگران قرار بده و بخواد دیگران رو به بحث و جدال بکشونه، به درگیری های علمی وادار کنه. اگر انسان مطلبی رو نمیدونه سوال میکنه، میپرسه و یاد میگیره، اما این حالت که مطلبی رو مختصری در اطرافش آگاهی هایی رو دارد، ولو یا اینکه مفصل آگاهی ها رو در ارتباط با یک موضوعی دارد، میخواد در محفل و مجلسی مطرح کنه و هی مانور علمی روی این مسائل بده که هیچ غرض انسانی بهش مترتب نیست. امام صادق علیه السلام فرمود که قال امیر المؤمنین، از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل میکنه که ایاکم و المراء و الفسومه فانهما یمرزان القلوب علی الاخوان و ینبت علیهما النفاق. از جدال و خصومت در گفتار بر حذر باشید که اینها قلب انسانی رو مریض میکنه. نسبت به برادران ایمانی ریشه نفاق رو در دل انسان می افکند و انسان رو منافق میکنه. و باز روایت از امام صادق علیه السلام که فرمود ایاکم و الخصومه فانها تشغل القلب و تورث النفاق و تکسب الزغائن. فرمود از مخاصمه و درگیری بر حذر باشید، به جهت اینکه قلب رو مشغول میکنه و باعث نفاق و درویی میشه و کینه رو در دل به وجود میاره. آیا علمی که حقیقتش روشنایی قلب و دل هست، مایه روشنایی دل انسان باید باشد، باید وسیله خصومت، وسیله نفاق، وسیله درویی، وسیله کدورت و امثال اینها قرار بگیرد؟ باز از امام صادق علیه السلام روایت هست که فرمود قال جبرئیل للنبی صلی الله علیه و آله ایاک و ملاحات الرجال. امام صادق علیه السلام فرمود که جبرئیل به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت از جدال و گفتگو به طریق مخاصمه و درگیری بر حذر باش. خب انسانی که در جریان این حرکت بد اخلاقی قرار گرفت، قلب و دلش رو محل
رشد بذر نفاق قرار داد، بذر خصومت در دل افکن، این آثاری که از نظر عملی در قلب دل انسان خواهد گذاشت. این اعمال و رفتاری که از ما صادر میشه، اینها در قلب ما منشأ اثر هست، صورت باطن میسازه. صورت ظاهر رفتارهایی که از ما صادر میشود، اما صورت باطن داره قلب و دل و حال هوای متناسب با این اعمال و نیاتمون میده. خب قلب و دلی که این چنین شد، مجرای القاعات شیطانی است. انسان به اثر طبیعتش گرایش به این امور پست پایین داره و اگر این زمینه رو در خودش به وجود آورد، تقویت میشود این گرایش، و شیطان هم که در این ارتباطات به سرعت در وجود انسان عمل میکند که این شیطان یجری مجرد دم من بنی آدم. شیطان مثل خون که در رگ انسان میچرخه، این چنین در رفتار ما، اخلاق ما، در دل ما، در صفات ما، در قلوب ما، در همه چیز ما میتونه نفوذ پیدا بکنه. این که روایات ما از همنشینی های بد نهی کردن به خاطر تأثیره روحیه‌ای که ما داریم، مسئله تقلید، پیروی از دیگری و تأثیر پذیری یکی از ویژگی های انسان. به عنوان نمونه از امام صادق علیه السلام روایت هست که فرمود امیر قال امیر المؤمنین علیه السلام لا ینبغی للمرء المسلم ان یواخ الفاجر، شایسته نیست برای انسان مسلمان که با انسانهای بدکار و آلوده بخواد رابطه مواخات و برادری داشته باشه. فانه یزین له فعله و یحب ان یکون مثله، انسان فاجر رفتارهای انسان رو زینت میده و زیبا جلوه میکنه و اون میخواد و دوست میداره که آدم رو مثل خودش بکنه، یعنی او رو هم در مسیر فجور و زشتی ها قرار بده. ولا یعینه علی امر دنیاه ولا امر معاده، انسان فاجر که کمک انسان مؤمن نمی کنه، نه در امر دنیا نه در امر دین و آخرت. و مدخله الیه و مخرجه من عنده شیء علی، رفت و آمد با این چنین انسان باعث ضرر و عیب انسان مسلمان. امام صادق علیه السلام در حدیث دیگری فرمود لا ینبغی للمرء المسلم ان یواخ الفاجر ولا الاحمق ولا الكذاب، سه شایسته نیست برای انسان مسلمان که بخواد رابطه رفاقت و اخوت و برادری رو با انسانهای بد، با انسانهای احمق نادان و انسانهای کذاب دروغگو برقرار بکنه. خب اینها راه ورود شیطان رو در شخصیت انسان باز میکنه. از کردن انسان حالت تأثیرپذیری داره. اگر هم نشین انسان بد باشه، طبیعتاً بدی او در اخلاق و رفتار و عقاید در انسان مؤثر خواهد بود. این همه توصیه‌ای که در روایات ما در ارتباط با انتخاب دوست هست که سعی کنید دوستی رو انتخاب کنید که از نظر ویژگی‌های اخلاقی، رفتاری، اعتقادی از شایستگی‌ها و برجستگی‌های خوبی برخوردار باشه، به لحاظ همین مسئله تأثیرپذیری ماها از نسبت به همنشینانمون. نکته مهمه در ارتباط با این مسائل نهی مجالست با اهل معصیت، با اهل گناه انسان بنشینه و پاشه تأثیر میداره در دیگه و نزا نهی شده نکنید این کار. اگر با اینها نشستید در قلب شما و در دل شما این تأثیر زشت و تاریک گذاشته خواهد شد. تاریکی رفتار اونها، تاریکی اخلاق اونها، تاریکی فساد عقیده اونها در شما هم مؤثر واقع خواهد شد. حتی نگاه در چهره انسان فاسق قلب انسان رو از صفا از بین میبره، صفای قلب رو میگیره، تا چه رسد به این که انسان بخواد همدلی با انسان معصیتکار داشته باشه. بنابراین باید مراقب رفتار اعمال بود. قلب و دل هم زمینه برای روشن شدن و نورانیتش هست و هم برای تاریک شدن و آلودگی.
انسان اگر اشتغال به مراء و جدال و خصومت و اینها با دیگران پیدا کرد، قلب و دل کدر میشه، تاریک میشه، و همین عامل باعث میشود که نفاق و درویی و امثال این گونه رذایل اخلاقی در انسان تحقق پیدا بکنه، منشأ مفسده ها بشه، منشأ اسباب و عللی که هر کدام از اینها میتونه مستقلا در حلاکت انسان و حلاکت ابدی انسان نقش داشته باشه. خب چرا انسان راهی رو اتخاذ کنه و انتخاب بکنه که نهایتش سقوط و حلاکت ابدی باشه؟ چرا باید مسائل علمی وسیله درگیری ها و خصومت ها قرار بگیره؟ آیا این خیانت به علم و عالم نیست که به جای اینکه به ابزار روشنگری در فرد یا در جامعه باشه، مسائل علمی رو ما وسیله خصومت ها، وسیله پراکنده کردن بذر نفاق در آحاد مسلمین قرار بدیم؟ آیا این بدترین نوع برخورد با حقیقت زیبای علم نیست؟ اونهایی که اهل مطالعه هم، اونهایی که اهل قلم هم، اونهایی که اهل نوشتن مقاله و روزنامه هم، اونهایی که اهل کتاب هم، توجه به این نکات باید داشته باشند که قلم، نوشتن یک مقاله، طرح یک مسئله علمی باید بر نورانیت جامعه، بر وحدت و همدلی جامعه بیفزاید، نه اینکه من شی اختلاف در جامعه باشم، نه اینکه باعث رو در رویی آحاد جامعه قرار بگیره. این علم نیست، گرچه صورتا علم است اما باطنا عین جهالت و نادانی. عزیزان اهل قلم، عزیزان نویسنده، صاحب نظران در عرصه های مختلف علمی، چه در جنبه های سیاسی، چه در جنبه های اقتصادی، چه در جنبه های فرهنگی اجتماعی، در هر عرصه توجه به این نکته داشته باشند و داشته باشیم که آگاهی ها و دانش خودمون رو وسیله اختلاف در جامعه قرار ندیم. این آگاهی ها باید جامعه رو ید واحده کنه، این آگاهی ها و این دانش ها باید جامعه رو روشن و نورانه بکنه، نه اینکه مایه اختلاف و رو در رویی و خصومت و مخاصمه و نفاق و درگیری هایی که اصلا شأن یک جامعه اسلامی و فرد مسلمان نیست. امام صادق علیه السلام به بخشی از آثار و علائمی که برای این دسته از طالبان علمی که به دنبال مراء و جدال و خصومتها مسائل علمی رو دنبال میکنن، فرمود اینها اذیت مردم رو باعث میشن، موذی هست. با دانستن چند اصطلاح و با دانستن چند مطلب علمی مایه ناراحتی مردم میشن، فرمود اینها موذی هست. در حدیث هست، در روایت هست که فرمود من آزالی ولی جن فقط بارزنی به محاربان. اذیت مؤمنین، به هم ریختن جامعه ایمانی، این کار ساده نیست. خدای متعال فرمود اگر کسی یک مؤمن رو باعث اذیت و آزارش بشه، این اعلان جنگ با من کرده، با من داره می جنگه. نعوذ بالله نستجیر بالله که به وسیله یک قلم، به وسیله کتاب، به وسیله یک مقاله، به وسیله گفتار ما یک جامعه ایمانی رو به هم بریزیم و موجب آزار و اذیت یک جامعه ایمانی بشیم، چه گناه سنگین و کبیره موبقه و معصیت بزرگی است. از جمله علاماتی که باز امام صادق علیه السلام برای این دسته و نشانهایی که برای این دسته قرار داد،
مراء و تعرض به مقالات و مذاکرات علمی برای اظهار فضیلت و غلبه بر دیگران. این که حضرت مراء رو در این روایت علامت مراء قرار داد میتونه از این قبیل باشد که مراء اول صفت قلبی و ملکه خبیثه باطنیه هست و اونی رو که علامت قرار داد به عنوان یک علامت ظاهری، یعنی یک انسانی که صورت ظاهر اهل مراء، اهل جدال و مخاصمه هست، این نشون میده که در باطنش این حالت خصومت یک ملکه شده. این صفت رذیله و این آلودگی اخلاقی در وجودش شکل گرفته. اگر شکل نگرفته بود صورت ظاهر اهل مراء و جدال و خصومت نبود. لذا حضرت مراء را علامت مراء قرار داد، یعنی جدال ظاهری رو و خصومت‌های ظاهری رو در برخوردها علامت تحقق ملکه خبیثه مراء در قلب و باطن انسان قرار داد. دیگر از نکاتی که حضرت به عنوان علامت برای این افراد قرار داد این است که اینها دم از حلم و بردباری و شکیبایی و این فضایل اخلاقی میذارن در حالی که به هیچ وجه متصف به اینها نیستن. این خودش یک دلیل بر نفاق و دروغه. آدمی که شکیبا نیست از شکیبایی سخن میگه، آدمی که حلم و بردباری ندارد از حلم و بردباری سخن میگه. اینها تظاهر هست، اینها قیافه گرفتن ظاهری است که صورت ظاهر میخوان خودش رو در صف متصفان به این صفات ارزنده انسانی قرار بدن در حالی که ندارن. این هم مصداق شرک، این هم مصداق ریا. برابر اینها بخشی از رذایل ایمان کش هست، بخشی از اخلاق ناپسند و مذمومی است که قلب و دل انسان رو تاریک می‌کنه، کدورت در دل می‌آره. در اینجا نکته‌ای هست که اگر در زمان امام صادق علیه السلام و در بیان حضرت دقت کنیم جداً پشت انسان فهیم و آگاه خرد می‌کنه و می‌شکنه. حضرت برای اینها چه فرمود؟ در ادامه و دنباله این علاماتی که ذکر فرمود فدق الله من هازا خیشومه و قطع منه حیزومه، این جمله یا در مقام اخبار هست و یا در مقام دعا، در هر دو صورتش امریز محقق. اگه در مقام اخبار باشه یعنی از در داره خبر میده که نتیجه این نوع حرکت و انتخاب و اتخاذ این روش که دنبال علم انسان حرکت کند اما برای جهالت و برای ایجاد خصومت و درگیری در جامعه و در بین آحاد مسلمین، حضرت خبر داد نتیجه این است که خدای متعال بینی این انسان رو میکوبه، له میکنه. یا به عنوان خبر هست یا در مقام دعا هست که حضرت داره دعا میکنه که یعنی خداوند این کار رو به سر این انسان بیاورد، بینی این انسان رو خرد کنه و کمرش رو بشکنه و قطع کنه. در هر دو صورت اگر اخبار هست که امریست محقق که واقع می شود و اگر هم انشاء هست و دعا هست، دعای ولی الله هست، دعای امام صادق علیه السلام هست و در مورد این انسان هم سجاب خواهد شد. و این چقدر خطر بزرگی است و این چه اثر بسیار خطرناکی است که مترتب بر این نوع حرکت ها می شه که انسان علم رو وسیله جدال مرا قرار بده، علم رو وسیله خصومت قرار بده، علم رو وسیله درگیری در جامعه قرار بده و اظهار فضل امثاله ده. نتیجه خار شدن هست، نتیجه ذلیل شدن هست، نتیجه رسوایی در دنیا و آخرت هست. بنابراین خودمون رو از این جرگه ها بیرون بیاریم، از این میادین عرصه ها بیرون بیاریم، اینها عاقبت خوشی نداره. اگر چند کلمه در یک رشته تخصصی پیدا کردیم، مطلبی بلد شدیم، این رو وسیله برپا کردن آتش جهنم در دنیا و آخرت خودمون قرار ندیم. تمام این مسائل دنیا میگذره، تمام این موقعیت ها از دست ما گرفته خواهد شد. اینطور نیست که برای ابد ما بخوایم در دنیا زندگی بکنیم. ما در عالم خوابیم، وقتی بیدار شدیم متوجه خواهیم شد که چگونه گرفتار مصیبت ها و بلاهایی شدیم
که داریم همه چیز رو بر خودمون خراب میکنیم اما متوجه نیستیم، تمام موقعیت ها رو داریم از خودمون میگیریم، ولو این که به قصد پیدا کردن موقعیت باشد، اما غافلیم از این که داریم موقعیت از دست میدیم. این موقعیت های دنیاوی برای کی مونده؟ این مسائل دنیاوی برای کی مونده؟ این خصومت ها و جدال ها و درگیری ها برای چی نفع داره؟ یه مقدار بیدار بشیم، یه مقدار پنبه غفلت رو از گوش بیرون بیاریم، یه مقدار حجاب رو از جلو چشم کنار بزنیم، واقعیت رو ببینیم، ببینیم که آیا علم باید وسیله روشنایی و نورانیت فرد و جامعه قرار بگیرد یا وسیله اختلاف، وسیله خصومت، وسیله درگیری، فردی با فردی، گروهی با گروهی، حزبی با حزبی، دستهی با دستهی. آیا ابزار علمی که برای رشد جامعه باید به کار گرفته می شود، آیا باید علم ما به عنوان یک ابزار کوبیدن هم دیگه قرار بدیم؟ همون گونه که برای دسته اول امام صادق علیه السلام آثاری رو بیان فرمود، برای دسته دوم اون کسانی که در ارتباط با مسائل علمی دنبال میکنن برای اینکه یک موقعیتی رو برای خودشون تحصیل بکنن، برای اینها هم آثاری فرمود. فرمود اینها گرفتار ملکه خبیثه تملق و چاپلوسی و خود او نیرنگ میشن، ذو خب و ملق، اینها گرفتار فریب میشن، اینها گرفتار نیرنگ بازی و خود ابازی و فریب میشند و تملق و چاپلوسی. خب اینها در درون قلب و دلشون این ملکه خبیثه تحقق پیدا میکنه و در ظاهر رفتارشون هم که این رفتارهای زشت ازشون صادر میشه. در مقابل انسانهایی که میبینن میتونن از موقعیت اونها سوء استفاده بکنن، حالتهای تملق رو دارن، حالتهای چاپلوسی رو دارن، یک حالتهای تواضعهای دروغینی رو نشون میدن و میان از دین خودشون، از ایمان خودشون مایه میگذارن برای این که بخون از این موقعیت ها سوء استفاده میکنن. فراه بر خدا در روایت داری که روز قیامت گروهی از بهشتیان رو میکنن به تعدادی از جهنمیان نگاه میکنن، میگن اینها در جهنم گرفتارن، میگن راه بهشت و راه سعادت رو ما از شما یاد گرفتیم، چگونه است که شما در آتش دارید میسوزید اما ما ها در بهشت هستیم؟ اونها جواب میدن، میگن که ما گفتیم و عمل نکردیم، ما به قول خودمون عمل نکردیم، به گفتار خودمون پایبند نبودیم و التزام عملی نداشتیم. از علائم دیگرش این است که با همکیشان و اونهایی که مشابه خودشون هستن که احساس میکنن اینها میتونن یک مانعی سر راهشون باشن و خار راهشون باشن، تکبر میکنن، میخوان اینها رو از سر راه بردارن، میخوان اینها رو بشکنن، اینها رو خرد کنن، غافل از این که عنایات به دست خدای متعال هست، ارزش ها به دست خدای متعال هست، خدای متعال هست که اگر خواست کسی رو بالا ببرد بالا میبرد و کسی رو خواست ذلیل بکند ذلیل میکند. ما چرا به جنگ هم دیگه بریم بخونیم فردی فردی رو بکوبه، گروهی گروه رو بکوبن برای اینکه خودشون به موقعیت برسن و بترسن از اینکه اینها سر راهشون قرار گرفتن بگن که ما باید اینها رو نابود کنیم تا خودمون به جای برسیم؟ اینها بدترین نوع انتخاب هست که متاسفانه بعضن گرفتارش هستیم. ما باید توجه به این نکته داشته باشیم که این گرفتاری ها و این مشکلات اخلاقی سراغ اهل علم و اونهایی که اهل قلمن، اونهایی که اهل مطلب هستن بیشتر سراغ اینها میاد. برای چی دیگری رو بکوبیم؟ برای چی فلان دسته و گروه رو بشکنیم و خورد کنیم؟ برای اینکه خودمون به جای برسیم؟ بدانیم که این امر محقق نخواهد شد. به اصلاح نفس بپردازیم، به رهایی از چنگ
نفس و نفسانیت بپردازیم، نفس رو اصلاح کنیم، با تقوا باشیم، تا مصداق و سابقون و سابقون اولاکن مقربون باشیم. اگر توفیق علم داریم، اگر توفیق آگاهی داریم، اگر اهل بیانیم، اگر اهل قلمیم، اگر اهل کتابت و نوشتنیم، همراه با اصلاح نفس اگر باشد، همراه با پاکی دل اگر باشد، بشیم مثل اونایی که امام صادق علیه السلام فرمود اینها مصداق و سابقون و سابقون اولاک المقربون. در ارتباط با زراره محمد بن مسلم، ابو بصیر، برید، امام صادق علیه السلام فرمود که من الذین قال الله تعالی و سابقون و سابقون اولاک المقربون، اینها از اونایی هستن که خدای متعال در شأنشون فرمود اینها مقربن، اینها از علمشون برای احیاء اسلام استفاده کرد، از علمشون برای احیاء جامعه مسلمین استفاده کرد. نخواستن برای خودشون موقعیت درست کنن، نخواستن برای خودشون جایگاه پایگاه درست کنن، نخواستن علم را هزینه موقعیت‌های پوسیده اجتماعی خودشون و اسم و رسم و نام و نشان‌های پست دنیوی خودشون قرار بدن. اوها از آگاهی‌ها، از علومی که آموختن، خواستن اسلام رو احیا کنند و مسلمین رو احیا کنند. لذا در روایت هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود من جاء اهل موت و هو یطلب العلم یحیا به الاسلام کان بینه و بین الانبیا درجه واحده فی الجنه. کسی که طالب علم باشد برای احیاء اسلام و کلمه اسلام و در این راه مرگ به سراغش بیاد، بین این انسان و بین انبیا یک درجه فاصله است. چون این انسان هدفش رو هدف انبیا قرار داده. امید که انشاءالله از چنگ نفس اماره و شیطان خطرناک، شیطانی که دشمن آشکار است، که انه لکم عدو مبین، آزاد بشیم و در جرگه کسانی و در زمره افرادی قرار بگیریم که با قلب و دل پاک و نفس اصلاح شده آگاهی ها و دانش خودشون رو در احیاء اسلام و کلمه توحید و نورانی کردن جامعه اسلامی به کار گرفتن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا فتاح یا کریم یا وهاب یا علی یا رب یاران دلاکا، پس معلوم شد که طلاب علوم در تقسیم کلی دو طایفند، یکی آنان که مقصدشان الهی است و دیگر آنان که مقصدشان نفسانی است. میتوان گفت طایفه اخیر غایت مقصدشان جهل است، زیرا که علوم سوریه‌ای که برای آنها حاصل میشود به حسب حقیقت جهالات مرکبه و حجاب ملکوتی است. و این دو طایفه که حضرت امام صادق علیه السلام در این حدیث شریف که ما به شرح آن می‌پردازیم ذکر فرمودند، در این مقصد که ذکر شد شرکت دارند، زیرا که اصحاب مراء و جدال از اصحاب جهالات و ارباب زلالت هستند. حضرت امام صادق علیه السلام فرمود جبرئیل علیه السلام به پیغمبر که درود خدا بر او باد گفت برحذر باش از جدال و گفتگو به طریق مخاصمه با مردم. چرا از فیض دل غافل نشینی بیا
عزیزان فرزانه، این بود 76 قسمت از مجموعه برنامه حدیث یار با کارشناسی حجت الاسلام مهندسی در شرح و تفسیر حدیث 23 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف که با موضوع اقسام علم و عالمان به خدمتتان عرضه شد. با امید اینکه این برنامه مورد استفاده و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد، تا سلامی دیگر، درود و بدرود.